به مشکلات میکنه و بنده مثلا مطرح کردم که در رابطه با آینده در مورد دولت هم توی در زمان جنگ از نیروهای مختلف استفاده میکردم از جریانهای مختلف بازم حتی از کسانی که مخالف بنده رأی داده باشن هم میتونم استفاده بکنم به شرط اینکه شایستگی لازم رو برای اداره کاراشمون داشته باشه در مورد خود کشور یکی از مسائلی که تکلیفش باید روشن بشه قبل از اینکه ما یه چیز جدیدی بیاریم که نمیتونیم اون رو به تصویب مجلس برسونیم یا اینکه با مشکلات و حقوقی وسیعی روبرو خواهیم شد اصل شوراها هست ما از اینکه هفت تا اصل شورایی داریم که به ما امکانات وسیع رو برای مانور میده که خیلی فراتر از مسئله فقط یه دایره های اقتصادی و منطقه های اقتصادی به ما میده اینا یعنی میتونن وظایف فرهنگی بگیرن در زمینه آموزش امنیت سلامت نقشه وسیع رو به عهده بگیرن ضمن اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی محلی رو و استانی رو و حتی چند استانی رو با هم دیگه میتونن داشته باشن امکان این رو فراهم بیارن که با استفاده از نیروهای محلی مدیریت رو تربیت بکنن و در بخش ملی کمک بکنن به کارآمدی کل نظام و ما جزئی از یک دریا رو استفاده کردم بنده در, اول انگار یادمه که مسئله شورا تا چه اندازه حساس بود و مورد بحث همه دوستان ما بود در اون موقع و من ذهنم می که مقفول گذاشت این اصول دو مرتبه راجب این شوراها با یه اختیاراتی قوانین تصیب شده متاسفانه بازم یک کاهش پیدا کرده که آخرش همه چیزی که الان هست که شورایی که حد اکثر میتونن شهرداری ها رو یه مدل اداره بکنن بنده قصد دارم که یکی از این کارام این هست که این شوراها رو با تمام توان و ظرفیت که میتونه در وان داشته باشه ازش استفاده کنم و جز اولین کارام خواهم خواهد بود مشکلی که من یقین دارم در قدم اول بنده باهاش مواجه خواهم بود این است که چگونه وظایفی که وزارتخانه‌های مختلف عادت کردن که در خودشون جمع بکنن از اونها بکنم و به این شوراها بتونم بدم که این کار رو انجام بدم یکی از مهمترین مسائل هست ولی به نظر من این کار شده نیست و من یقین دارم تا یه چیز دیگه ای که بنده کنار این به اصطلاح هفته به آیتمی که برای برنامه های اقتصادی مطرح کردم بنده فکر کردم این هست که یکی, یکی از موارد شهر میدم و سریع رد میشم این هست که شما اگه نگاه کردین بعضی از استانهای ما که مثلا شمال غربی مثلا بگیم تبریزم وسطش شهست و بعدا دور و شهرهای هست یه موقعی از اقتصادی نقش بسیار عظیمی رو در سطح کشور بازی میکردن یعنی منطقه های ما داشتیم که به دلیل برخورده از یک مذیعت های نسبی میتونستن یه نقش ملی داشته باشن ما اگر بریم به سمت این که تا ناحیه اقتصادی که در بیشتر در هاشی های کشور هست مثل شمال قریب میتونه باشه شرقی کشور میتونه باشه جنوبی کشور میتونه شمال و غربی کشور هم میتونه باشه یک مجموعه رو تنظیم بکنیم که تمام زیر ساخته و پروژه های ریزمون در قالب یه پروژه بزرگی که اون طرح اصلی رو تشکیل میشه قرار بده قرار میگیره به قرار بگیره اون طرحها به طور مثال من اگه بگم شمال غربی رو اشاره کنیم یا شرق کشور رو توجه خواهیم داشت که چه ظرفیت های عظیمی در این رابطه وجود داره از طریق همون شمال غربی کشور خودمون از یه طرف به بعضی از کشورهای آزاد شده بعد از فروپاشی شوروی رو رو هستیم از یه طرف با ترکیه همسایه هستیم که وصل به اروپا به عنوان یه بازار 950 میلیون نفری با ده میلیارد به اصطلاح گردش ما... یورو به اصطلاح گردش اقتصادی نه خیلی عظیم یعنی یه اقتصاد عظیم من خیلی در ذهنم نیست ما از این مزیت الان به صورت یه اقتصاد زیرزمینی استفاده می‌کنیم یعنی یه مد کالا میاد قاچاق میاد که بعضی هم در این بین یه فاجعه‌های متفاق میفته که خودش نشون دهنده ظرفیت عظیمی است که در این مرزا وجود داره شما فرض بکنید که ما وقتی که راجع به این منطقه فکر می‌کنیم تمام زیر فکر می‌کنیم تکنولوژی در اونجا چیز می‌کنیم استفاده از صنعت نفت مثلا فکر می‌کنیم یا حمایت از مثلا تولید ملی فکر می‌کنیم تمام اینا در داخل یک منظومه بشه که از این به اصطلاح مزیت نسبی همسایگی این منطقه با مرزهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان یا حتی دسترسی از طریق گرجستان به بندر باتومی و هم استفاده بکنه. یقینا تحولی که در این منطقه میتونیم داشته باشیم به تمام کشور میتونه سرایت بکنه. در شرق کشورمون ما نزدیک سه میلیارد نفر جمعیت داریم قدیم راه ابریشم در کشور ما به این دلیل قدرت داشت و کشور ما رو میگردون که ما رو وصل میکرد و وسایل ابتدایی به یک حوضه های جمعیتی و اقتصادی کلان در سطح چیز ما اگر بخوایم تکم بخوریم مثل بعض کشورهایی که بالای ده درصد رشد رو چیز میکنن دنبال یه طرحهای عظیم و با یک دامنه وسیع باید باشن که پر های خوردمون در اونجا قرار بگیره و بنده دنبال چنین طرحهایی هستم و پنج تا تر در رابطه با این مسئله در ذهنم هست که مثلا کمی هم عبادش رو پروردم که کار بکنم با سازماندهی که خواهم کرد در کنار این هفتا سیاست اصلی اقتصادی که اشاره کردم یکی مهار تبرم بس. خیلی مچکر. چند دقیقه شما اعلام سی دقیقه حضرت علی صحبت کردی و آقای رضایی بیست و پنج دقیقه, دقیقه. بفرمایید خب در بحث سیاست های از چلی کاملا روشن ما باید یه الزاماتی رو فراهم بکنیم و اون الزامات اجرایی بکنیم مثل محیط کسب و کار محیط کسب و کار ایران عقبه یعنی سرمایه چه داخلی و چه خارجی احساس امنیت تو این محیط نمی کنم. من اولین کاری که میکنم امنیت رو فراهم کنم و خودم تضمین کننده سرمایه گذاری ها خواهم بود حداقل تا مدت های مدیدی به طور جدی من اینو دنبال خواهم کرد چه سرمایه گذاران خارجی که حتی بازدهی اونها رو من تضمین کنم و چه سرمایه گذاران داخلی که مرتب دچار نوسانات زیادی هستند در موقعی که رکود به وجود میاد به کمکشون خواهم شتافت بنگاه هایی که امروز موفق بودن در کشور و یه سابقه طولانی و خوبی دارن اینا رو شناسایی خواهیم کرد بنگاه هایی که در بازارهای بین المللی حضور فعال داشتن مشخص میکنه بنابراین ما با الزاماتی رو که در اقتصاد فراهم میکنیم اصل چلچار عملیاتی میکنیم بازار و بورس، بازار و پول، بیمه ها و در حقیقت اون بستر های لازمی که باید سیاست های 84 در اون صورت بگیره تعقوق پیدا میکنه بخش مهمی خوشبختانه در قانون سیاست های اصل 84 که در مجلس تصویب شده بخش های خیلی خوبی در اون قانون دیده شده من اون قانون رو کاملا عملیاتی میکنم شورای در حقیقت شورای رقابتی به وجود اومده در قانون در قانون سیاست های اصل چلچار خب من اونو میدونم خود من در نوشتن این در مجلس نقش داشتم اونا رو جدی میگیرم سرلنگاری نخواهم کرد در رابطه با اونا مسئله صندوق توسعه ملی که جناب علی گفتید بیشتر وظیفش فراهم کردن پسنداز برای سرمایه گذاری است یعنی یه بخشی از پول نفت میره در اونجا این پشتوانه میشه برای سرمایه گذاری کردن حالا ما اومدیم استفاده دومه کردیم یعنی میگیم که پول نفت رو ما نفروشیم با, با, ورودش به مردم به جیب مردم تبدیل به تورم بشه که از اون جیبشون خارج بشه ما میگیم این پول نفت بره تو این صندوق این تبدیل به کالا و سرمایه گذاری بشه از اون طرف که وارد بازار میشه سهام این صندوق دست مردم باشه یعنی سهام یک صندوقی که کارش سرمایه گذاری است و لذا اون مشکلی که ما الان توی این بحث‌های یارانه ای داریم که بعضی از کاندیدای محترم میگن ما دیگه اون مشکل رو در حقیقت نخواهیم داشت این با دقت در حقیقت طراحی شده نوای اقتصادی که جناب علی میگید خوبه ولی ضعیفتر از فدرال اقتصادی است فدرال اقتصادی کاملا فلسفش اینه مثلا ما در تبریز یکی از مراکز فدرال اقتصادی رو خواهیم داشت کرمانشاه اینطوری خواهد بود حالا من نمیخوام اسم بیارم ما نهتا تا فدرال اقتصادی داریم که اینا کشورهای مجاور مثلا فدرالی که در تبریز هست آذربایجان رو داره ترکیه رو دنبال میکنه و شمال عراق رو و از این طرف هم استانهای همجوار خودش رو یه جمعیت حدود پنجاه میلیون نفر فقط از طریق این فدرال نیازهاش در حقیقت تأمین میشه بنابراین بحث فدرال به نظر من خیلی قوی تر از بحث نوای اقتصادیه ما هم اینجا نباید محافظه کاری کنیم چون بعض وقتا ما یه نتایجی میرسیم از بس وقت تلف میکنیم بعدا خود ما به عنوان مهمتی مدافعان و اون نظر میایم تو صحنه که مثل همین سیاست های از چلشار که این همه طول کشید تا در حقیقت به نتیجه رسید در مسئله استفاده از جوانان چرا من به نظرم خیلی خوب میتونیم